به امید خدا کلاسی داشته باشیم از آموزه های ارشی و تیامیم بر شمطق مقدس. رسیدیم به تصوات و ریباش بند 16 هم. ادامه بند 16 هم. در این قسمت بر شمطق اکادوش اول گفتن که حداقل اونطوری که توضیح داده شد نیمه شب خطسوت لیلا اون موقعیه که گفتیم باید در مورد قربت شخینا و قربت نفس الهی انسان خودش را بیدار بکنه. موقع اینی که میگن که برای خوربان بیت یعنی خرابی بیت المقدس و قربت شخینا جلال خدا که در قربت و همچنین قربت قوم ما که در گالوت به سر میبرند گالوت تلخ، گفتیم که نیمه شب موقعیه که انسان از خودش شروع میکنه، برای اینکه هر انسانی یک قربت مخصوص خودش را داره، برای اینکه نفس الهیش در جسمش ممکنه گرفتار خیلی عادات یا خیلی اعمال یا مسائلی شده که باید اول اون نفس الهی که جزی از نور جلال شخیناه را از اون قربت درون خودش نجات بده. همچنین در مورد قربت شخیناه کلی که الان به طور کل در قربت خرابی بیت المقدس قرار گرفته، در مورد همه این مسائل اون بهترین موقع است که آدم باید به فکر بیفته و ببینه که چه کار میتونه بکنه، اول از اینکه خودش و نفس الهیش را از این قربت جسمش و عادات نفس حیوانیش نجات بده و همچنین برای کل، یعنی کل مسئله اینکه کل قربت و خرابی بیت المقدس همه جماعت تفیلا بخونه. بعد در ادامه بر شمطق وکادوش میگن اولکل اپاخوت ای ظاهر لیوت تفیلا بین به کیت بین به خورف کد منه تخما. میگه حداقل، حالا اگر نمیتونه مثلا از نیمه شب بیدار بشه تا صبح بیدار بمونه، که میگم این رسم صدیقین بوده، ممکنه الان هم باشه خیلیا که مثلا قبل از نیمه شب یه چند ساعت میخوابیدن، بعد نیمه شب قبل از نیمه شب بیدار میشدن نزدیک به نیمه شب و تا شخریت تورا میخوندن و خودشون آماده میکردن. بعد برشن تو وکادوش میگن که اگه نمیتونه یکی همین کار را بکنه، حداقل چه تابستون چه زمستون سعی کنه که تفیلاش قبل از طلوع آفتاب باشه. در اینو شیه رو و تفیلات کاروف لکریت چمن کود منت. حداقل میگه که اکثر تفیلاش تا چمن اسرائیل قبل از طلوع آفتاب باشه. حقیقتا در مورد برشمت و کدوش خواهیم دید که در آخر این بند گفته شده و برشمت و زیخرون ریبراخا هایا مدکدک گادول الزه، یعنی خیلی دقت میکردن برشمت و که تفیلاشون قبل از نتس باشه، قبل از طلوع آفتاب. ولی در مورد این یه تضادی هست توی نوشته ها و داستان‌هایی که در مورد برشمتوف گفته شده، مثلا تو شیفخه برشمتوف فکر کنم جوره دیگه گفته شده که برشمتوف بعضی موقع تفیلای شخریتش ساعتها طول میکشیده در روز. ربی میگن که این حقیقتا تضاد نیست، اصل اینه که حداقل یه قسمتی از تفیلای شخریت اگه کسی توانشا داره از قبل از نت شروع بشه، اصل همونه، و حالا بقیهش چی میشه اون زیاد اگه میتونه واقعا مثل کسایی که دقت میکنن که با طلوع آفتاب
تفیلا میخونن که خب اون عالیه، ولی اگه یکی میبینه که نمیتونه زیاد کوانا داشته باشه و بهتره که یه ذره مثلا طبق قانون دیرتر بخونه، اگه از قبل از اینکه طلوع آفتاب بشه شخریتش رو شروع کرده باشه، اگه بتونه و سلامتیش اجازه بده، اون همون چیزیه که الان برشرتوف میگن اینجا. بعد برشرتوف میگن و خیلوک بین کود من نتس و بین لاخر نتس کیرخوک میزراخ میمرا، میگه تفیلای قبل از طلوع آفتاب تا اینکه بعد از طلوع آفتاب باشه تفاوتش مثل از شرق تا غرب. که آز دنگ خوریم به بطر کلا دینیم، برای اینکه برشرتوف میگه که قبل از اینکه آفتاب طلوع بکنه هنوز میشه اگه احکام سختی برای اون روز تعیین شده یا کلن تعیین شده خلیلا اونا باطل بکنن. کی شخما یوتسد مزر کلا که روزیم یوتسیم، میگه برای اینکه وقتی که آفتاب طلوع میکنه دیگه هر حکمی که صادر شده اعلام میشه تو این سیستم خدا. هنده تف هنده بیش، چه خوب چه برعکس خلیلا. و کدم شکا روز یوتسه یخولیم لبتر، قبل از اینکه اعلام بشه یه حکمی میشه باطلش کرد، ولی اگه اعلام بشه ایشالله اون موقع میشه باطلش کرد، ولی دیگه سخت میشه باطلش کرد. و سیماناخ و او که خطان یوتسه محوپاتو یاسیس که گیبر و این نیستار محماتو ال تیکره محماتو الا محماتو. بعد میگه که یه نشونهی که آدم اینا به یادش باشه اونجایی که آیه میگه که وقتی که آفتاب طلوع میکنه و مثل یک پهلوانی خودش را عیان میکنه و مثل یک دامادی که از حجره خودش در میاد، بعد میگه و این نیستار محماتو، کسی نیست که بتونه پنهان بشه از این نور آفتاب. بعد اینجا برشم تو یه توضیح میدراشی دیگه ای میدن روی این آیه. اهل تیکره محماتو الا محماتو، یعنی نگو نخون کلمه را از آفتاب او، بخون از محماتو یعنی از غضب او. کنومر کشه که بر شمش یادسا علارت، و منظور اینه که وقتی که دیگه آفتاب طلوع کرده بر روی زمین، ازای این نیستار کسی نمیتونه پنهان بشه، مدینیم با این میملخه حما، از احکام سختی که از ملائکهی که رسالتشون اجرای احکام سخت هست و اونها میگن فرشته های غضب، از اونا نمیتونه پنهان بشه. الکن ال ایه بینه خداوارزه کاتان کی گادول هو، میگه به همین خاطر این موضوع کوچیک به نظرت نیاد، برای اینکه موضوع بزرگی عظیمیه مهمیه. و بلشم تو زیخرون و ریبراخا هایا مدکدک گادول الزه، بلشم تو مقدس بسیار دقت میکرده در این مورد که تفیلا قبل از طلوع آفتاب باشه، که اونطوری که توضیح دادیم بیشتر اصلش اینه که حداقل از قبل از طلوع آفتاب یک قسمتی شروع بشه. ولپامیم که شایا ات چلو یا لومینیان یا میتپلل به یحید، بعضی موقع ها اگه میدیده که حتی جماعتی هم نیست که باش تو اون موقع یعنی قبل از طلوع آفتاب تفیلا بخونه، به تنهایی مفرد تفیلا میخونده. با اینکه در قانون تفیلا هم بحث سر این که بعضی ها میگن کسی که همیشه مثلا در این مورد دقیقه و دقت میکنه که قبل از نت تفیلا بخونه، بعد همچین آدمی اگه موقع جماعت گیرش نیمد میتونه تنهایی بخونه. ولی بعضی ها میگن که حتی مثلا کسی که همیشه نمیخونه، حالا امروز خواسته قبل از آفتاب بخونه، طلوع آفتاب، اونم میتونه. میگم بحثه، حالا اینجا هم که کلاس
هلاخا نیست. به طور کلی گفتم که نشون میده که چقدر این اهمیت داره.